سلام خدمت همه دوستان عزیزم، شکر برای وجود شما، شکر برای وجود خداوند و شکر برای این لحظه. زهره هستم. من زندگی خیلی سخت و با تلاطمی رو تجربه کردم، در خانواده شلوغ با مذهب خشک بزرگ شدم، مذهبی که هیچ وقت هیچ کدومشون اونا رو رعایت نکردن و همیشه خواستن فرزندانشون اونا رو رعایت کنن. در خانواده ای که پسر حرف اول رو میزد و دختر همیشه کنار بود و گوشه ای. در خانواده ای که اعتقادشون این بود که دختر باید زود ازدواج کنه، یه دونه دختر در کنار پنج تا پسر. درسم خیلی عالی بود، مدرسه تیزهوشان قبول شدم، آرزوی ادامه تحصیل داشتم، ولی به اجبار خانوادم زود ازدواج کردم در سن 14 سالگی. هیچی از زندگی نمیدونستم، اصلا نمیدونستم زندگی ما تحلیلی چیه. شروعی سخت و ادامه سختن، سختی ها هر روز بیشتر شد. هر روز دنبال راهی بودم برای اینکه بتونم به آرامش برسم. رفتم به کلاس های متعدد، کلاس های متافیزیک و روانشناسی، کلاس هایی که توش یاد میگرفتیم تلسم بنویسیم و دعا تا با اونا به آرامش برسیم، کلاس هایی که ساعت ها مدیتیشن میکردیم برای رسیدن به آرامش، ولی اون آرامشه نمی اومد و وجود نداشت و هر روز همه چیز سخت‌تر می شد. هر روز بیشتر غرق می شدی در دنیایی که پر از گناه بود و من غرق شده بودم. انگار هیچ راه نجاتی وجود نداشت، انگار داشتم می رفتم به ته چاه. هر روز تاریک‌تر و تاریک‌تر می شد. سالها به همین منوال گذشت تا اینکه به واسطه برادرم با خداوندم عیسی آشنا شدم، با دوستان ایمانداری آشنا شدم و مدت کوتاهی باشون رفت و آمد کردم. ولی خب شوهرم سد راه شد و پدر و مادرم شدیداً مخالف، و شوهرم به واسطه مخالفت اونا بیشتر به من فشار می آورد. برادرم به ناچار رابطه منو با اونا قطع کرد، فقط به من یک کتاب مقدس داد و گفت هر وقت دوست داشتی بخون. سالها گذشت، من موندم و یک کتاب مقدس و برادری که به واسطه فاصله ای که خانواده بین ما ایجاد کرده بودن حتی نمیتونستم درباره خداوندی که دلم له له میزد برای بیشتر شناختنش از اون سوال کنم، تا اینکه خداوند در رحمت و برکتش رو برام باز کرد و با دوستم با منجیم تونستم دوباره قدم بردارم آرام و آهسته به سوی خدا. و امروز در خداوندم زندگی کنم، امروز بشم اون زهره‌ای که همیشه آرزوش رو داشتم، گذشته سخت رو کنار بذارم، بهش فکر نکنم، عذاب وجدان نداشته باشم به خاطر کارهایی که انجام دادم و دیگه نترسم، چون ایمان دارم خداوندم عیسی مسیح تمام گناهان من رو بخشیده. خداوندم به من آموخت که کینه نداشته باشم، رنجش نداشته باشم، خدایی نکنم و اجازه بدم خودش همه کارها رو برام انجام بده. خداوندم به من گفت زهره، اگر پدرت برای تو پدری نکرد، من برات پدری میکنم. اگر خانواده تو رو طرد کردن،
من تو رو تنها نمیذارم. اگر شوهرت همیشه تو رو تو تنگنا گذاشت و همیشه سرزنشت کرد، امروز تو برای من عزیزی، آرامشی پر از برکت، آرامشی پر از امید، امید به همه چیز، دیدن زندگی زیبا، دیدن چیزایی که تو زندگیم هست و هیچ وقت ندیدم، فرزندان خوبی که خداوند به هم عطا کرد و هیچ وقت به خوب بودن اونا فکر نمی کردم. امروز سپاسگزارم از خداوند به خاطر دیدن این همه خوبی، به خاطر دیدن این همه برکت. سپاسگزارم از خداوند به خاطر عشقی که در قلبم قرار داد. سپاسگزارم از خداوند به خاطر آدم های خوبی که سر راه هم قرار داد. دیگه اجازه نمیده دخترش خطا کنه و راه هایی رو که نباید بره. دیگه لازم نیست ظهر شبها با قرص های آرام بخش بخوابه. میشینه با خدای خودش رو حرف میزنه، دعا میکنه، سپاسگزاری میکنه و با آرامش میخواد. امروز زهره یه زن مستقله، خودش کار میکنه و هر جا کم آورد فقط به باباش میگه، میگه بابای خوبم کمکم کن، این بار برام سنگین تا بگیرش. و ایمان داره مشکلاتش دونه بدونه به دستان خداوند حل شده و حل میشه. دیگه شبهای تاریک تو زندگی وجود نداره، همه لحظه ها روشنایی، دیگه چون و چرا و اما و اگر نیست، امید، امید به خداوند عیسی مسیح، امید به پدر آسمانی. خدایا شکرت، جلال به نامت. خدای شکر به خاطر این همه زیبایی که به من عطا کردی. خدای شکر که امروز من در خداوند زندگی میکنم، امروز عاشقانه تو رو صدا میزنم و عاشقانه بهت میگم دوستت دارم و هیچ کس نمیتونه سد راه من بشه. در این راهی گام برداشتم و دیگه هیچ کس نمیتونه جای منو بگیره، چون تو حواست به من هست، تو عاشقانه دوستم داری. عشقی رو که سالها در همه چیز و همه کس جستجو کردم تو به من دادی پدر. اون عشق عشقی بود که همیشه دنبالش بودم، همیشه تشنش بودم. تو امروز منو سیراب کردی پدر. امروز مشکلاتم رو جوری حل میکنی که خودم باورم نمیشه. امروز اونایی که مخالف بودن با خداوند من وقتی مشکلی دارن به من میگن تو دعا کن، تو دعا کنی مشکلات ما حل میشه. آمین برا وجودت خدا. این آرامش رو، این عشق رو، این حضور پر برکت خداوند رو برای تمام عزیزان، برای تمام فرزندان گم شده خداوند طلب میکنم از پدر آسمانی، از پدر قدوسم، از پدر دوست داشتنی. و میگم که عاشقانه دوستت دارم، بابای خوبی ها، بابای محبت و بابای عشق. آمین برای وجودت پدر پرجلال.